شبات شلوم خیلی خوش اومدین. این شبات پاراشای ویگش رو میخونیم. چند قسمتی بیشتر از کتاب جنیسیس نمونده، کتاب برشید نمونده و داستان تورای این هفته دنباله داستان یوسف هست با برادراش. ویگش به معنی نزدیک شدن هست، به معنی یکی شدن هست، به معنی اپروچ کردن هست. و جایی هست که یهودا نزدیک میشه، به نظر میاد که نزدیک میشه به یوسف و میخواد با یوسف صحبت کنه. یوسفی که در زندان بوده، حالا شده دومین مرد کشور مصر و خودش رو کانسیل کرده، خودش رو قایم کرده از برادراش. برادراش نمیشناسنش و به نظر میاد که یوسف با برادراش داره یک گیمی رو بازی میکنه. بنیامین رو نگه داشته. اگر بخوایم کوئسشن کنیم داستان رو، داستان بسیار عجیب رو، انقدر میتونید این داستان رو کوئسشن بکنید که میبینید این ریالیتی زیاد معنی نمیده. چرا یوسفی که بعد از مدت زیادی در زندان بود و حالا آزاد شده و رئیس کشور شده به پدرش خبر نمیده که من زنده ام؟ چرا خودش رو به برادراش زودتر نشون نمیده؟ چرا قال داستان رو تموم نمی کنه؟ چرا همه چیز رو کلیر نمی کنه؟ من و شما وقتی که مسافرتی میریم تا برمیگردیم به همه دوستان خبر میدیم، تلفن میکنیم. به نظر میاد که یوسف داره وقت میگذرونه و کار برادران رو آسون نمیکنه. و یهودا میگه نزدیک شد، ویگش نزدیک شد، ولی تورا مشخص نمیکنه که یهودا به کی نزدیک شد. ما حدس میزنیم که یهودا نزدیک داره میشه به یوسف، ولی it's not quite clear. داستان یوسف رو همه خوندیم، فیلمش رو ساختن، همه آشناییم. چرا دوباره میخونیمش هر سال، هر شبات؟ چرا این قسمت پاراشای ویگش در تمام کنیسه‌های دنیا این شبات خونده میشه؟ تکرار قصه نیست، تکرار انرژی هست که از خوندن تورا در دنیا پخش میشه. خدا داره چه انرژی رو در دنیا پخش میکنه این شبات؟ راز داستان این پاراشا چیه؟ راز این قسمت تورا در چی هست؟ خدا داره چه نیرویی رو، چه انرژی کانشسنسی رو توی دنیا پخش میکنه؟ ما میدونیم ربی شمعون بر یوحای میگه که اصلا نباید کانسیدر کنیم که تورا کتاب قصه است. به هیچ وجه نباید نگاه قصه تورا کنیم، فکر کنیم تورا داره برای ما قصه یک خانواده ای رو میگه. و بعد ربی شمعون بر یوحای برای ما کاملا روشن میکنه که یهودا مظهر چی هست، 12 تا برادر مظهر چی هستن، یوسف کی هست، یعقوب کی هست. ما میدونیم که 10 تا سفیرا داریم: کتر، خخما، بینا، خسد، گبورا، تیفرت، نتسخود، یسود و ملخوت. و اگر دقت کرده باشید، اگر تشریف آورده باشید توی کلاس‌های کبالا استادی کرده باشید، می‌بینید که این 10 تا انرژی کانشسنسی که در دنیا وجود داره، این 10 تا سورس انرژی که در دنیا وجود داره، روی 3 ستون قرار گرفته: ستون دست راست، دست چپ و وسط. و یعقوب مظهر سفیرای تیفرت هست. اگر نگاهی به سفیرات بکنیم می‌بینیم که یعقوب درست اولین سفیرایی هست که در وسط 10 سفیرات قرار گرفته، روی ستون
وسط هست. اکچولی کبالیست ها به ششتا سفیرای پایین هم میگن تیفرت، یعنی در حقیقت یعقوب میشه کاملیت نوری که از دنیای روحانیت میاد. یعقوب همه چیز رو کامل کرد. وقتی که برای فرعون میگه من 130 سال زندگی کردم و زندگی سختی بود، در حقیقت داره به ما یاد میده یا به دنیا میگه که یعقوب کرکشن آدم اریشون رو که 130 سال از زنش جدا بود رو تصحیح کرده. یعنی یعقوب همه چیز رو فیکس میکنه، تمام اون نوری رو که ما به عنوان نور دنیای روحانیت میشناسیم، نور علم ابا رو میشناسیم، در وجود خودش منیفست میکنه و نشون میده، آماده میکنه. درست مثل نور خنوکا که گذشت هفته پیش بود، این نور آماده میشه. نور آماده است، خدا همیشه هست، اشکال از نور نیست، اشکال از وسله، اشکال از گیرنده است. گیرنده کیه این وسط؟ یهودا یعنی کی؟ یعنی ماها، یهودی ها. میدونیم که یهودا پنج حرف یود کی باب کی هست و حرف دالت چهارمین حرف الفابت که مظهر نفش هست، مظهر بدن هست، مظهر خودخواهی هست، مظهر ایگو هست، مظهر غرور هست. یعنی در وجود یک یک ما هم نور خدا هست، هم یک عنصری که ما بهش میگیم بدن، وسل، نفش، غرور، هر چی که میخوایم اسمش بذاریم، اون چیزی که باعث میشه که ما بعضی وقتا نور خدا رو نبینیم. میگه یهودا نزدیک شد. به چی نزدیک شد؟ به یوسف. یوسف مظهر چیست؟ همونطوری که باز اگر به تنسفیرات دقت کنید، یوسف مظهر یسود هست. یسود جایی هست که تمام سفیراها درش جمع میشن. It's the foundation. It's a foundation. یسود جایی هست، دروازه‌ای هست به دنیای روحانیت. یعنی هر وقت من و شما میخوایم کانکت کنیم خودمون رو به نور خدا، باید از دریچه یسود استفاده کنیم، درگاهی که ما رو به نور میرسونه. و اگر باز دقت کرده باشید میبینید که سفیرای تیفرت یعقوب، سفیرای یسود یوسف و سفیرای ملخود روی یک لاینن، روی یک لاین قرار میگیرن. از موقعی که تورا رو شروع کردیم خوندیم بعد از روش هاشانا تا حالا، هیچ وقت این موقعیت پیش نیومده بود که یعقوب کارش رو انجام بده، کاملیت نور رو دوباره تصحیح کنه، برای ما بیاره. یوسف تبدیل بشه به یوسف صدیق، تبدیل بشه کاندویت انرژی یسود، و حالا که کاملا نور آماده هست، وقتش هست که یهودا نزدیک بشه به نور. این پارشا، پارشای ویگش، تنها پارشایی هست، تنها زمانی هست که وسل، من و شما، بادی، غرور خودشو نزدیک میکنه و یکی میشه با یسود، با تیفرت، با دنیای روحانیت. میبینیم وقتی که یهودا میاد کاملا مسئولیت زندگی خودش رو قبول میکنه، وقتی که یهودا میاد پیش یعقوب میگه بذار من بنیامین رو ببرم گردن من، I take care of him. من پرامیس میکنم. It was all my fault. همش تقصیر من بود. وقتی که مسئولیت رو قبول میکنه، اون وقت هست که با قدرت، با جرأت نزدیک میشه به یسود، به یوسف، و شروع میکنه دفاع کردن از تمام اتفاقهایی که توی زندگیش افتاده. نه اینکه دیگری رو بلیم میکنه، نه اینکه میگه تقصیر برادرم بود، نه اینکه میگه یوسف خواب دید ما تعبیر کردیم، نمیگه تقصیر پدرم بود، میگه تقصیر من بود. He took responsibility. He accepted the challenges of his life.
و وقتی که پافشاری میکنه عقب نمیشینه، نزدیک میشه به یسود، نزدیک میشه به نور. He goes through the challenges، قبول میکنه چالش ها رو، accept میکنه قلنج ها رو، مسئولیتش رو قبول میکنه. اون وقت هست که تورا برای ما میگه یوسف دیگه نتونست خودش رو نگه داره، برگشت و تمامش خودش رو به برادراش گفت I am یوسف، من یوسف هستم. نوری که این پاراشا داره، نوری که این هفته من و شما دریافت میکنیم، به ما این قدرت رو میده که بتونیم چلنج های زندگیمون رو پرسیف کنیم، دریافت کنیم، مسئولیتش رو قبول بکنیم، بدونیم که هر چلنجی در زندگیمون میاد، هر موقعیتی تو زندگی به دستمون میاد، دیزاین شده توسط نور خدا فقط به خاطر این که من خودم رو ایمپروف کنم، من خودم رو بالا ببرم، خودم رو ایوالو کنم. هیچ دلیل دیگری نیست. داستان‌های خوب و بد زندگیمون، اتفاق‌هایی که دوست داریم یا اتفاق‌هایی که دوست نداریم، چالش‌هایی که دوست داریم و چالش‌هایی که دوست نداریم، برخواهایی که ریویله و برخواهایی که کانسیله. این شباتی هست که من و شما میتونیم تمام برخواهایی که کانسیل هست، کاور شده، قایم هست، بیاریم توی زندگیمون. نور رو دریافت میکنیم. چیزی که دلم میخواد باهاتون شیر کنم اگر کسی در دنیای امروز در همین لس آنجلس خدای نکرده با یکی از افراد فامیلش ایشوی داشته باشه، وقتی که میره پیش سایکولوژیست، سایکولوژیست بهش میگه که تو که برادر تو که انتخاب نکردی، تو که خواهر تو که انتخاب نکردی، تو که مادر تو انتخاب نکردی، قطع رابطه کن. تو دوستات تو انتخاب میکنی، فامیل تو که انتخاب نکردی. یا یکی از معروفترین سایکولوژیست های لس آنجلس که کارهای خیلی مهمی کرده، یک بار شنیدم که گفت اگر رفتی خونه مادرت و حوصله حرفای مادرت رو نداشتی، از یک گوش کن، از گوش دیگه بکن بیرون. This is not Kabbalah. This is not Judaism. This is not the essence of what we are, who we are. ما یاد میگیریم در کبلای که قبل از اینکه به این دنیا بیایم، پدرمون رو انتخاب میکنیم، مادرمون رو انتخاب میکنیم، خواهر و برادرمون رو انتخاب میکنیم. چرا؟ به خاطری که با همشون کرکشن داریم، با همشون کار داریم. پدر من به هر شکلی که باشه، مادر من به هر جوری که باشه، خواهرم، برادرم، تمام فامیل نزدیکم، به هر اخلاق خوب و بدی که ممکنه داشته باشن، در زندگی منن که به من کمک کنن که من خودم رو عوض کنم، نه که اونها رو عوض کنم. اگر من میرم خونه مادرم و مادرم داره چیزی به من میگه که من حوصله‌اشو ندارم، یعنی من کمبود کامپشن دارم. من ترجیح میدم که در یک کامفورت زونی بشینم. برای من سخته که روی خودم کار کنم. مادرمو بلیم میکنم، پدرمو بلیم میکنم، خواهرمو بلیم میکنم. موفقیتو به خودم کردیتشو به خودم میدم، ولی اگر شکست خوردم تقصیر این بود، تقصیر اون بود. یهودا میاد میگه همش تقصیر من بود. It's all my fault. I did it. و وقتی که اکسپت میکنه، وقتی که اکسپت میکنه مسئولیتشو، اون وقت هست که یسود، the foundation، دروازه نور باز میشه و دیگه خودشو نمیتونه نگه داره. انرژی که این شبات داره، نوری که این شبات در دنیا پخش میشه، به یکی که من و شما کمک میکنه که نزدیکتر شیم به هم دیگه. خانواده یهودی فقط خواهر و برادران فامیلی نیستن. ما همه خواهر و برادران. ما همه یکی هستیم.
وقتی که با هم یکی هست، وقتی که برای همدیگه کامپشن داریم، وقتی که برای همدیگه اندرستندینگ داریم، اون وقت هست که اون کانسپتی رو که به عنوان ماشیخ میشناسیم به وجود میاریم. ما میدونیم دو تا ماشیخ داریم، ماشیخ بن داوید و ماشیخ بن یوسف. یعنی چی دو تا ماشیخ داریم؟ مگه قرار نیست یک ماشیخی باشه از در دروازه یروشلایم وارد شه که بدونیم وقت ماشیخ شد؟ دو تا ماشیخ کجا بود؟ داوید و یوسف. ماشیخ داوید یعنی زمانی، یعنی کانشسنسی که من یونیتی میارم، عشق میارم، کامپشن میارم، اندرستندینگ میارم، مسئولیت قبول میکنم در مقابل خانواده خودم. ایمیدیت فامیلی یعنی که من نومرر فامیلم چطور باشه، اندرستندینگ دارم، کامپشن دارم، محبت میکنم، میگذرم، میبخشم. I let go. I don't hold grudges. I don't make judgment. اون وقت هست که ماشیخ بن داوید رو به وجود میارم. ماشیخ بن یوسف چه موقعی هست؟ وقتی که همه ما، همه کل بنی اسرائیل برای همدیگه عشق داریم، محبت داریم، گذشت داریم، لاه به وجود میاریم. نه اینکه خدای نکرده به دلیل‌های بیهوده از هم ایراد میگیریم، جج میکنیم همدیگر رو. نوری که این شبات، نوری که پارشای ویگش در دنیا پخش میکنه، نور برادری است. جایی هست که یعقوب که مظهر تیفرت هست، مظهر نور هست، میاد توی مصر. یعنی چی میاد توی مصر؟ مصر منظور به این کشور مصری که امروز هست نیست. مصر یعنی تاریکی. مصر یعنی جایی که چلنج ها هست. یعقوب با تمام نورش میاد در تاریکی، جایی که یوسف هست و برادران، که بهشون کمک کنه، که بهشون کمک بکنه که بتونن نور رو در تاریکی ببینن. هر چلنجی که در زندگیمون هست، هر سختی که در زندگی ما اسمشو سختی میذاریم، ما اسمشو چلنج میذاریم، کابالیستا بهش میگن opportunity. It's an opportunity. اگر یک روز یک کابالیستی یک چلنج در زندگیش نباشه، روزش روز نیست. اگر کسی نباشید، نور باهاتون کسی کاری نداره. اگر روزی کسی بهتون چلنجی نده، that means you're nobody. ولی اگر چلنج توی زندگیتون هست، اگر مسائلی هست که باید روی خودتون کار کنید، نور رو درش ببینید، واقعیت رو ببینید، بیگ پیکچر رو ببینید، اون وقت هست که چلنج میاد توی زندگیتون. اون وقت هست که میبینید. پارشای ویگش جایی هست که ملخوت یعنی من و شما، یسود یوسف صدیق یعنی یسود فاوندیشن در دنیای روحانیت، و تیفرت یعقوب و بینو یکی میشن. تمام این کالوم، رایت سنترال کالوم، استابلیش میشه توی دنیا. This is it. Only this Shabbat. امیدوارم با خودتون عشق ببرید خونه، محبت ببرید خونه، کامپشن ببرید خونه، بخشش ببرید خونه. Let go کنید. یکی از حربه های ساتان اینه که میخواد که شما هولدان کنید به grudges، به زشتی ها. تنها طوری که نور تاریکی قدرت میگیره اینه که من خشم داشته باشم، غضب داشته باشم، قهر کنم. ما ایرونی ها قهر میکنیم. از کی یاد گرفتیم؟ قهر میکنیم، حرف نمیزنیم، خدای نکرده طلاق میگیریم از هم دیگه، جدا میشیم از هم دیگه، separation. به خاطر همینه که مردم برای 30 سال میرن پیش این سایکولوژیستا and they get nowhere. ما نمیریم پیش سایکولوژیست، ما میریم پیش ربی شیمون بر یوخای، ما میریم پیش تورا. یکی میشیم، یخود میشیم. با اپروچ شدن هست، با نزدیکی شدن هست. قهر نکنید، دلتنگی نکنید، اخم نکنید. بدونید که هر کی توی زندگی
در زندگی شماست، در داستان شماست، برای بهتر کردن شماست. چیزی رو در شما روشن میکنه. عزتش هم به زخوت این شبات، به زخوت نشمای الیزر بن موشه کوهن کوهنزاد، این صدیقی که این هفته تمام نورش دوباره توی این کنیسا ریویل شد. خانواده عزیز کوهنزاده، خانواده عزیز پورنظریان، انشالله هممون بتونیم نوری رو که باید در این دنیا به وجود بیاریم، به وجود بیاریم، عشق و محبت، یونیتی و گذشت داشته باشیم.